بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. با مجموعه برنامه به نام بینات در خدمت شما هستیم. در این مجموعه برنامه سعی داریم به موضوعات علمی و فقهی که در اذهان عمومی وجود داره ولیکن به صورت کامل روشن نیست و یا اینکه به تعریف درستی عامه مردم حول اون اتفاق نظر ندارن بپردازیم. در این مجموعه برنامه از اساتید و دانشمندان گرانقدری استفاده خواهیم کرد که با دعوت از این بزرگواران در استودیو سعی می‌کنیم به تبیین و توضیح این موضوعات بیشتر و بیشتر بپردازیم. در این برنامه در خدمت حجت الاسلام و المسلمین سید احمد حسینی جوادی از اساتید حوزه علمیه نجف هستیم. آقا سلام علیکم عرض می‌کنم خدمت شما. خیلی خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. علیکم السلام و رحمت الله و سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. بینندگان محترم، امیدوارم که این بحثی رو که انتخاب کردیم مدتی که در خدمتشون هستیم مفید باشه. هستیم در خدمت ان شاء الله. متشکرم. همونطور که در جریان هستید و بنای برنامه امشب و این سری برنامه‌های ما هستش، تصمیم داریم راجع به بحث تقیه صحبت بکنیم. من ابتدای بحث یک مقدمه مختصری عرض بکنم نسبت به اون چیزی که در بین عامه مردم دیده میشه، نسبت به اون برخوردی که نسبت به واژه تقیه و رفتار تقیه گونه در بین مردم وجود داره. همونطور که ما میبینیم تقیه مسئله بسیار بسیار فراگیر هست، مسئله هستش که عامه مردم راجع به اون صحبت میکنن، ولی که از بابت اجرای اون در اجتماع شاهد یک نوع افراط و تفریط هستیم، به نحوی که بعضی ها بحث تقیه رو کاملا بحثی محدود به یک سری فعالیت های خاص میدونن، در حالی که بعضی دیگه با افراط در این امر سعی میکنن کلن رفتار خودشون رو مطابق با رفتار اشخاصی بکنن که چه بسا ممکنه مورد موضوع تقیه هم نباشن. علی‌ای‌حال میخواستم که راجع به این موضوع انشالله از فرمایشات گوهربار شما استفاده بکنیم تا با امید خدا بتونیم این بحث رو بیشتر و بیشتر برای بینندگان محترم باز بکنیم. ما در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. بله، همینطوره که حضرت عالی میفرمایید این موضوع خیلی خوبیه. بحث تقیه جای کار داره، ابعادی داره، ابعاد فقهی، اعتقادی، ابعاد زیادی داره، آثار روی زمینی، آثار کاربردی و حقیقی فراوانی در زندگی ما داره، تأکید فراوانی از ناحیه کتاب و سنت شده در قرآن، آیات زیادی داریم اختصاص به تقیه، آیاتی داریم که قصصی رو راجع به تقیه بیان کرده، در روایات فراوانی در این زمینه رسیده، ابعادش رو تشریح کرده، تحریز شده، بله، حدود و مرز افراد و تفریدش بیان شده. لکن مع الاسف همینطور که فرمودید، با اینکه علمای ما بزرگانی چون شیخ انصاری، چون مامقانی، چون صاحب مدارک، خیلی ها بزرگانی در تقیه رساله های فقهی نوشتند، رساله های اعتقادی نوشتند، اما چرا این خودش رو در سطح جامعه نشون ندادن طوری که باید و شاید، مال اینه که خوب باز نشده، بهش پرداخته نشده. و البته تعجبی هم نداره، امثال این بحث و بحث کلامی اعتقادی ما زیاد داریم و این از کوتاهی امثال بنده است. انشالله که از این تریبون جهانی عام المنفع انشالله بتونیم قسمتی از این رو به اندازه که از کتاب و سنت خودمون انشالله. خب ابتدا فکر میکنم قبل از شروع به بحث تقیه و اینکه اصلا راجع به اینکه تقیه در چه جاهای کاربرد داره، چه جاهای کاربرد نداره و الی آخر، اگر اجازه بفرمایید یک تعریفی از خود تقیه داشته باشیم. اصلا تقیه یعنی چه؟ تقیه در چه زمینه ای تعریف میشه؟ خواستگاهش چه هست؟ و خدمتتون عرض بکنم که
به چه صورت بر کل دین یا قسمتی از دین اشراف داره. راجع به خود تعریف تقیه اگر توضیحاتی بفرمایید من خیلی ممنون میشم. خواهش میکنم. اجمالا یه مطلبی رو عرض میکنم برای اینکه مقدمه ای بشه برای ورود به بحث از اهمیت تقیه. یعنی چرا اصلا ما میخوایم از تقیه بحث کنیم؟ یعنی ادامه فرمایش قبل شما رو بخوایم ادامه بدیم که ضرورت داره و بحث از ضرورت بحث از تقیه و اهمیت تقیه اجمالا یه تعریفی ازش ارائه بدیم تا بعد مباحث بعد این رو بازش کنیم و باید این تعریف اجمالی اونها رو بالاخره تایید بکنیم. اجمالا میخوایم عرض بکنم، حالا بعد انشاءالله بهش میرسیم. اجمالش این است که تقیه در بین مردم، بین عقلا تفاوتی با اون معنایی که در لغت ترش گفتن و گفته شده نداره. بله. در لسان روایات، در زبان آیات روایات هم از این عدول نشده، همونه. یعنی اگر معنای اجمالی از تقیه ما بدانیم، حالا شرایطش، حدودش رو باید مراجعه بکنیم، دقیق بشیم درش. اما اجمالش همین است که میشه از لغت استفاده کرد و از استعمالی که مردم میکنن، عرب میکنن. تقیه لغت عربی است. تقیه در لغت از ماده وقایه است، همون تقوا، یعنی پیشگیری، یا به عبارت راحت ترش اجتناب یا پرهیز. پرهیز، تحرز، خیشتنداری. اصلا تقوا هم که تقوای لله هم که میگن یه جور تقیه است. یعنی میتونیم اینجوری عرض بکنیم که تقیه ابتدا دو قسم داره: تقیه از خدا، تقیه از خلق خدا. احسن. وقت تقیه از خلق بعد اقسامی داره: تقیه از حکام جور، از سلاطین، از قلدرها، زوردارها. بله. کجاست؟ البته تعریفش متفاوته، تعریف اجمالی داریم الان میدیم. تقیه از مخالف، اونی که ما رأیشو نمیپسندیم، مذهبش با ما مختلفه، این هم تفاوتایی داره. قسم سوم تقیه از موافق، مؤمنین، همکیش ما، از اینها هم باید تقیه کرد در درجات نازل. اما در معنای عامش و جامعش اینا همه شریکن. تقیه از خدا و خلق و همه اقسامش، یعنی تحرز، خشتنداری، از هر شر. یا در این روایت اصلا تصریح شده است که تقیه در تحرز از شر، اجتناب از شری است که ممکنه به ما برسد: شر عقاب پروردگار. بله. شر عقاب اون حاکم جو، شر مصائبی که ممکنه از اون به ما برسد، از مخالف، از موافق. این معنای کلی و اجمالی است که از تقیه میتونیم بدیم، که حالا بعد انشاءالله روایاتش میاد و ادلهش خواهد اومد، بیشتر درش ریز خواهیم شد. اما همینطور که میدونید این همین در همین سطح اجمال گاهی ممکنه بیشتر بروز و ظهور نداشته باشه، این لازمه درش دقیق بشیم. اهمیت دارد ورود به بحث تقیه و ضرورت داره، باید بهش پرداخته بشه. درست. حالا خود همین اهمیت که الان شما بسیار بسیار رو اون تأکید میفرمایید، هرچند کاملا تا حدودی شاهد و عیان هست، مشهود هستش که خب تقیه به چه صورت هست، ولیکن یک تعریف جامع گونه، یک تعریف مبسوط تری، حالا اگر من یعنی حدود افراط و تفریدش رو خورده روشن بکنیم تا حدودی با. بله، یعنی مشخص بشه که خب اصلا حالا اهمیت شناخت تقیه به چه صورت هستش، بیشتر توضیح بفهم. و همون حدودی که فهمیدید ببینید این اجمالا یعنی اگر یعنی عضو میخوام مثلا تقیه اجرا نشه چه اتفاقی میفته، اجرا بشه چه اتفاقی میفته، یه خورده روی این موضوع ما بیشتر سوال در صدد همینیم. آره. اهمیتش واقعا چی از حالا ما تقیه رو خب بشناسیم، اجرا بکنیم نکنیم، چه اتفاقی مگه قراره؟ ببینید گاهی دیده میشه حالا در عالم مفهوم و مباحث علمی که این بصیرت پیدا میکنه بالاخره به افعال ما، به کردار ما، به رفتار ما. این باید از اونجا خواستگاهش رو آدم ببینه، پیگیری کنه، اصلاح کنه اگر مشکلی داره. گاهی تصور میشه که تقیه یعنی این که به همین اقسامی که عرض کردیم، حالا بین به اقسام بر میگردیم، تقیه یعنی این که دستات بری بالا تسلیم. درست. و حال این که ما حالا اگه انشالله بهش رسیدیم به شرط حیات و توفیق، تقیه سلام است نه استسلام. احسن. تقیه رحمت رحیمیه، همش روایت داره دا. بله. نص روایت رو میخوام عرض کنم، رحمت رحیمیه خاص للمؤمنینه، حتی رحمت رحمانیه نیست.
این یه امتناع نیست که خدا بر مؤمنین کرده از تقیه را تشریع کرده. در روایت دارد که پروردگار میتوانست تقیه را بر شما تشریع نکند. وقت چه مشکلاتی، چه شروری، چه ضرورتهایی، استرارهایی، مسائبی زندگی شما را فرا میگرفت و باید هم عمل میکردید به دینی بدون تقیه. چنانچه در امتهای سابق اینطور بوده، در امتهای سابق خیلی دینشون شدید بوده. بله. این به اصطلاح آقایون اهل علم اباحه‌ای که سمحه و سهله‌ای که در این دین هست از اختصاصات این دینه، رحمت رحیمی است، لیکن ما عملش نمی کنیم. خب نتایجش هم می بینیم، چون شناخت کافی ازش نداریم. یا عرضم خدمت شما که گاهی تصور میشه تقیه این که ما مطلقا، اینم شعبه از همون تسلیم شدنه، تقیه تقیه رو تصور میشه که ما مطلقا باید سکوت کنیم از بیان حق، حقیقت، هیچ تحرکی نداشته باشیم، و حال اینکه روایت میفرماد تقیه مجاهدت جهاده. با هم حرکت روی به جلو هم هست. بله، لزوما همیشه عقب نشینی و ابدا عقب نشینی نیست. من میگم اصلا هیچ وقت عقب نشینی نیست. احسنت. تقیه جهاده، رو به جلو، اما یعنی بخوایم به زبان امروزی بگیم استراتژی همونه. در این زمان و در یا مکانهایی که ظرف تقیه هست، جایگاه تقیه هست، تصور میشه یعنی باید عقب نشست. این که ابدا نیست. آیا باید حق را کتمان کرد؟ کتمان ما انزل الله کرد. چی میشه تکلیف اون آیات و روایاتی که به شدت و به غلظت نهی کرده است، وعده عذاب داده است بر اونهایی که اهل کتمان حقایق و ما انزل الله هستن، علمایی که در زمان فتنه اگر علمشون رو ابراز نکنن علیهم لعنت الله و سوء العقاب و سوء العذاب. این چطور جمع میشه با این شدتی که در بحث تقیه گفتن؟ احسنته. نه این نه اون، باید جمع کرد بین اینها. پس یعنی باز میخوام اگر افراد نه افراد نه تفرد، یعنی اگر بخوایم یک مختصر و خلاصه از فرمایشات جناب عالی داشته باشیم، حرکت شناسوندن حق هیچگاه توقف یا عقب نشینی نداره، تماما رو به جلو هست و تقیه نوعی ابزار هست که چه بسا این حرکت رو به جلو رو تسریع ببخشه، ولی کن از چه بسا ثمرش بهتره، ثمرش بهتره، ثمرش دقیق‌تر و ظریف‌تره، تاکتیکش مختلف. یعنی تقیه تاکتیکه، یا به اصطلاح دوباره به لغت دیگری، به عبارت دیگری، تقیه اساس، چنانچه گفتن اساس سیاست اهل بیت در زمانی است که امرشون دست دیگری است. درست. اگر که امر دست خود اهل بیت باشه، قیام به سیف واجبه. بله. اون وقت تاکتیک سیفه. امام امر میکند، باید حتما اهل جهاد، جهاد سیفی است، جهاد جهاد سخت است. بله. اما اگر امام یا زمانه، شرایط که حالا اشاره بهش کردیم، به شکلی باشد که اون روش مضره، بله، باعث میشد که دم مؤمن، دم امام، یعنی خونش، عرضش، یعنی آبروش، مال مسلمین، مال امام، خود امام، مؤمنین، بله، همه رو انسان هدر بده به خاطر بی سیاستی. لذاست این سیاست اسلام در زمانی که امام، اگر تعبیر بکنیم در زمانی که امام برس، امام معصوم بر سر کار نیست، امام مهدا بر سر کار نیست، این سیاست اسلام رو بذاریم یه پله ترازو، حقیقت تغییر رو بذاریم یک پله ترازو، مطابقت میکنه. نه این میره بالا. یعنی سیاست اهل بیت است در این ظرف و در این زمان. سیاست اهل با این فرمایش شما، حالا یک گریز خیلی مختصری بزنیم، صلح امام حسن و قیام امام حسین علیه السلام هر دو نمودهای از تقیه هستند، ولی با استراتژی‌ها و اشکال متفاوت. میتونیم ببینم تعبیر بد نیست، درسته به شکلی. ببینید میتونیم اینجوری بگیم که تقیه، اصلا به این شکل برگردیم که اینو هم جواب بدیم، تقیه از بعد از رحلت حضرت آدم که تشریع شده، بله، چون ایشون بر سر کار بود، حکومت داشت، خب طبیعی هم هست دیگه، ابوالبشر بود، فرزندانش هم حرفشو گوش میدادن، تحت سلطه ایشون بود، ایشون هم پیغمبر بود، هم نبی بود، رسول بود و هم حاکم بود. بله. از رحلت ایشون هبت الله شیس که قابیل بالاخره در کوهی بود، فراری بود از دست حضرت آدم، حالا روایتش میاد انشاءالله عرض میکنیم، جرأت کرد برگرده و امت کوچکی که شکل گرفته بود اینها رو تحت سلطه خودش قرار داد، جبر بکند، هبت الله مأمور به تقیه شد الی قیام القائم، یعنی این ظرف زمانیشه. بله.
مکانیش هم فرمودند که وسعتش وسعت بین السماء و الارض. خود اون کسی که تقیه میکند اعرف هست طبق روایت که کی تقیه برش و ظرف تقیه کجاست، جایگاه تقیه کجاست، تقیه کی برش نازل میشه و باید عمل بکنه. و از هر جهت شمولش فراگیر و فراگیریش و شمولش بیمثاله. بله. تقیه به این همچی چیزیست. لذا سنت انبیا بوده. نوح تقیه داشته است، ابراهیم تقیه داشته است. عرض کردم که در قرآن امثله زیادی داریم، قصص اینا ذکر شده. موسی داشته است، عیسی علی نبینا و آله و علیهم السلام همشون داشتن. حضرت رسول تقیه داشتن تا زمانی که امر شد فاستع بما تؤمر. زمانی تقیه کامل پیغمبر برداشته شد حسب روایت که دستور اومد ابلاغ کن ولایت امیرالمومنین، یه جای حدود داره تقیه، اینا میرسیم یه جای تقیه حرامه. بله. تقیه محرمه داریم، تقیه اصلا به عدد احکام خمسه ما تقیه داریم، واجب. بله. حرام مکروه که خواهیم گفت. تقیه محرمه جاییست که قایت خود تقیه بخواد با تقیه از بین برد، خب شیئی که خودش رو از بین نمیبرد. پس لزوماً همواره استفاده از تقیه هم گاهی اصلا حرامه. بله حرام. حرام هستش که ما انشاءالله در این برنامه ها تصمیم داریم به تمام اینها رو باز بکنیم. بله. تقیه مثل یه شمشیر دولب است. بله. این خودش ضرورت بس تقیه رو باز بکنیم. نشون میده که ما چرا باید شناخت کافی پیدا کنیم. بین المحظورینه، این ورش واجبه این ورش حرامه. خب پس باید کاملا حدودش رو بشناسیم، آشنا باشیم به موضوع تقیه تا بتونیم اون رو در جایگاه اگر که برسد به غایات و اهداف و علل غایی خود تقیه، حرام میشه تقیه، اعمال تقیه. بله. عکسش قبلش واجبه. حضرت رسول تقیهشون زمانی برداشته شد که امر شد به اینکه ولو که خوف است ان الله یعصمک من الناس، ولیکن مع ذلك باید این امر ابلاغ بشه چون اساس ولایت امیران اساسه دیگه. اگر بخواد بله. تقیه مانع اون بشد که دیگه نقض غرض. همه اهل بیت، این که از انبیا، همه اهل بیت، خود امیرالمومنین 25 سال تقیه داشتن. درست. نه مؤاخات نه استسلام، تسلیم تقیه بوده، از قلت ناصر بوده. بله. از اجبار بوده، مثل این که صاحب العصر و الزمان صلوات الله علیه و عجل الله فرجه الان در غیبتن، این هم همینه، این هم از تقیه، این هم لقلت ناصره، این هم غیبته منا. بله. اصلا چیزی که معروف شده از خواجه نصیر رحمت الله علیه، خواجه نصیر طوسی، غیبت هم منا. تک تک اهل بیت در روایت داریم که غیبت دارن. حالا اینم جالب، حالا داخل پرانتز نمیخوام خیلی بهش بپردازیم، از موضوع دور بیفتیم، اما تک تک اهل بیت غیبت دارن. بعضیا تفسیر کردن که موت امام غیبتشه، یعنی اون امامی که در حیات غایب نمیشه موتشون غیبتشه. آقای امام حسین مثلا صلوات الله علیه که در جوارشون هستیم، از این نعمت بهره مندیم، خود امیرالمومنین، اینا در غیبتن، زنده مرده ندارن. وقتی که رجعت بشود ظهور میکنن، ظهور. یعنی ظهور کبراست. رجعت فقط مال ظهور مال امام صلوات الله علیه نیست. بله. همه اهل بیت از غیبت برمیگردن و این غیبت ها گاهی علت و اسبابش کوتاهی ماست، گاهی که نه همیشه. بله. مال اینه که اهل بیت میرن تو تقیه چون ما تقیه نمی‌کنیم. این خودش اهمیت تقیه رو واضح می‌کنه. چون ما تقیه نکردیم در جایی که باید تقیه بکنیم، جایی که باید قیام به سیف می‌کردیم، مجاهدت سخت نکردیم، اماممون شهید شده، خونش به گردن ماست. طبق روایت خواهیم گفت که قتل عمد. شیعه ای که جایی که تقیه واجب است تقیه نکند، قاتل امامش نه به قتل خطا، به قتل عمد. العیاذ بالله. امام زمان هر روز و هر شب کشته می شود و زنده می شود. طبعا. مضطر حقیقی واقعش اینه. بله. زجری که امام عصر از تقی از غیبت می بره به خاطر جهالت ما، به خاطر افراط و تفریط ما، افراط و تفریط از جهالت، خاطر عدم آگاهی پیروان از سیاست اصلی اهل بیت، اصلی اهل بیت و هدف غایی اهل بیت برای در زمان بره. در زمان هدنه و یا در دارال نفاق، دارالکفر، مال اینه. ما اهل بیت رو به این وضع رسوندیم، ما رسوندیم، همه رو به غیبت بردیم، همه رو به سکوت بردیم، همه رو از منصبشون دور کردیم. پس بر ماست که آشنا بشیم با احکام دینمون، آشنا بشیم با از در رأسشون تقیه، با اون چیزهایی که به ما واجب شده و به خوشا در رأس اونها تقیه و عمل بکنیم به صورت صحیح. با. خب خیلی ممنون مشکل. اگر از فهم یک میان برنامه رو با بینندگان عزیز ببینیم، بینندگان یک میان برنامه رو ببینیم، استراحت مختصری داشته باشیم و بعد از اون ان شاء الله ادامه بحث رو ببینیم.
سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما بینندگان. همونطور که در جریان بحث این جلسه ما هستید، در مورد اهمیت تقیه، تعریف تقیه و خواستگاه های تقیه صحبت میکنیم و در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاج احمد حسینی جوادی هستیم از اساتید حوزه علمیه نجف اشرف. اگر باز هم مطلب یا موردی هست من خوشحال میشم که ما را از فرمایشات خودتون بهره مند بفرمایید. هر چه واقعش این است که هر چه ما در این مورد بگیم کم گفتیم، به خاطر مظلومیتی که این بحث داره، اهمیتی که داره، حالا مجبوریم بالاخره ازش بگذریم به قدری که وسعمون هست عرض میکنیم. بله، واقعش اینه که همطور که فرمودید افراط و تفریط هست و افراط و تفریط حسب نص روایات از جهله. بله، یعنی الجاهل امام فرمودن الجاهل امام مفرد او مفرد، و اگر ما شناخت کافی پیدا بکنیم اهل افراط و تفرید نخواهیم بود. افراط و تفرید گاهی بعضی چیزها افراط و تفریدش خانمان سوزه، امام کشه. الان بعد از حضرت رسول تا به الان هرچه مصائبی که ما میکشیم از افراد تفرید در این بحثه. شما عرض کردیم که اساس سیاست اهل بیت در دارالهدنه که حالا به اینها میرسیم و در دارالکوفه در زمان هدنه تقیه است. اگر عامل به تقیه به نحو صحیحش نباشیم، یعنی اونجایی که تقیه لازم است ما رو خدا در اونجا نبیند، اونجایی که باید ببیند نبیند، اونجایی که نباید ببیند ببیند، نتیجه همین میشه. غیبت امام عصر، بله، قتل تک تک اهل بیت، مصائبی که جامعه شیعی مؤمنین به اون مبتلا هستن. بس خیلی این بحث مهم است، نباید باید عاری از افراط و تفریط بشه. در یک کلمه اگر حالا بخوایم فرمودید که بیشتر بازش کنیم، اینه که تقیه همونطور که اهل بیت فرمودن من الدین، نفرمودن تقیه من الشریعه، و اینها با هم فرق داره. بله، خواستگاهش رو فرمودید، خواستگاه تقیه از دینه نه از شریعت. ما عناوین مختلفی داریم، اینو بد نیست داخل پرانتز بازش بکنیم برای بینندگان عزیز، خودش مفیده. حالا در دل بحث تقیه این هم بحث مهمی است، یه خورده بازش بکنیم ایرادی نداره. ما یه سری اصطلاحات داریم که اینها گاهی به هم خلط میشه، به اینها هم جاهلیم، اینها حق اینها هم ادا نمیشه، اینها هم باز بشه خوبه. شریعت فرق دارد با دین. بله، منهاج غیر از این هاست، هدا غیر از این هاست، امت یه چیزه، قرآن یه چیزه، دین یه چیزه. تفاوت بین دین و شریعت، ان الدین عند الله. بله، اینا با هم تفاوت داره. شریعت میتونه متفاوت بشه. بله، متفاوت بشه. لذا اگر چیزی خواستگاهش دین بود با چیزی که خواستگاه شریعته، اون چی که در قالب منهاج یا نهج یا هدا یا اینها همش متفاوته، تعریف شده، آثارش فرق داره، حد و حدودش تفاوت داره. اینا اجمالا اینا رو بدونیم بد نیست. ببینید مثلا در ادعیه‌ای که شما ابتدای نمازهای فریضه وارد شده است که بخونید، میاد که دارید که وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض، بعد میگه که علی ملت ابراهیم، ملت مال ابراهیم. بله، و دین محمد صلوات الله علیه و آله و سلم، و هدی علی، دین لمحمد، ملت لابراهیم، دین لمحمد، هدی علی، هدایت یا نهج علی، و منهاج اولاد علی. اینا یکی ان به نظر شما متفاوته؟ متفاوت کرده حتما. بله، با هم فرق داره. اینا چیه، چه فرقی با هم دیگه داره؟ یا بله، دین، خب بذارید مثلا با تعریف اجمالی ازشون بکنیم، اینا با هم تفاوتش خب روشن شده اجمالا. بله، دین که همون قانون بین خالق و خلق به معنی عامش، بله، قانون کلی، قانون اساسی، و قانون‌های پایین‌تر هم داریم، قانون اون شالوده اصلی و پی اصلی اون اساسی اسمش دینه، دستورات الهی که باید توسط خلق اجرا بشه به اسم دینه. دین شده وقت در دل این شریعت تعریف میشه. دین یه چیز خیلی جامع‌تری است. دین از اون چه که از خواستگاهش دین هست، مسائل کلامیه، بله، اصول اعتقادات،
مسائل اساسی و رؤوس فروعات فقهیه، یا در یک کلمه اونهایی که ستونهای ارتباط خلق با خالق که تعریف شده، اینها دین اینها رو تشکیل میده، اون ستونهای اصلی. دعائم الاسلام تعبیر میکنه ازش، که اگر کسی اینها رو منکر عملی یا اعتقادی باشد و التزام بهش نداشت، مرتد میشه. چرا مرتد میشه؟ چون برمیگردد به ارتداد شهادتین، به ارتداد شهادات بعدی، ثلاثه و غیر و غیر، بر به این میگردد. اما شریعت تفاصیل احکامه، این احکامی که شما در رساله عملی میبینید، کتاب های فقهی، اینها را اگر کسی بهش التزام عملی نداشت، بر نمیگرده به انکار شهادتین. عاصیست، گناه کرده، چوبش هم کاملا از دین خارج نیست، چوبش هم میخوره، اما مرتد نمیشه. مرتد نمیشه. عرضم به خدمت شما که فرق اجمالی دین با شریعت اینه. دین واحده، دین یکی بیشتر نیست، شرایع متعدده. اساس نامه قانون اساسی گفتیم دین قانون اساسی است دیگه. باز قانون مجلس داریم، قانون هیئت وزرا داریم، قانون مثلا شورای شهر داریم، همینجوری میاد پایین، قانون مجلس های تقنینی مختلف داریم، اما اون قانون اساسی دینه. درست. قانون اساسی اون کتابیه که درش این قانون ارائه شده است، قرآنه. قرآن غیر از فرقانه، اینا هم باز با هم فرق دارن. قرآن حقیقتی است نورانی، موجودی است، علم خداست که در قلب معصوم تجلی پیدا میکنه. هم عیبت و علم الله، علم خداست. اون اسماء اعظم هست. بله. اسم اعظم هست که بعد مختلف میشه، متعدد میشه، متکثر میشه. این قرآنه، قرآن شفاعت میکنه، قرآن حیه، قرآن شکایت میکنه، قرآن شفا میده. وجود کتبی و نازلش اسمای مختلف داره. یه وقت صحفه، یه وقت الواحه، یه وقت کتب سماویه، که کاملترینش فرقانه. مصحفی که دست ماست، این فرقانه. قرآن همه اینا رو شامله. لذا باید ما کتب پیغمبران قبلی رو باید بهش تصدیق کنیم. تصدیق نکنیم به اسلام تصدیق نکنیم. بله. اسلام دین واحده، کتابش هم واحده، اساسنامش هم واحده. ما باید به انبیای سابق و به شرایع سابق حسب قرآن، نص قرآن تصدیق کنیم. تصدیق نکنیم، خود دین رو منکر شدیم، قرآن رو منکر شدیم. هیچ وقت تورات و انجیل در عرض قرآن نیست، در عرض فرقان میشه گفت، در عرض قرآن نیست. فرقان و اونها وجود کتبی و نازله. قرآن شاکله از تمامی این کتب الهی هستش که چه بسا حتی گسترده. قرآن اون اساس نامه دینه، اما فرقان میتوانه تعبیر بکنیم که مال شریعت این امت آخره. زبور مال شریعت هست، داوود بوده. الواح مال شریعت فرض کنید که تورات شریعت هست، موسی بودن. انجیل کتاب شریعت حضرت عیسی باشد، اینا هم دیگر هم تایید میکنه. بله. لذا دین با شریعت تفاوت ماهوی داره. در قرآن هم بهش اشاره شده، میفرماید ان الدین عند الله الاسلام. حالا دین های مختلفی اگه در آمده، ولی دین یکی بیشتر نیست. الاسلام الف لامش عهد واحد بیشتر نیست. ان الدین عند الله الاسلام، که بعد هم در آیه ابلاغ فرمود که این دینی هم که پیش خداست و واحدم هست، زمانی مرزی است که ختم بشه بعد به ولایت اهل بیت. دین حقیقی هم اینه، اسلام حقیقی هم اینه. زمان داریم ما بیشتر اشاره کنیم؟ 10 دقیقه تا پایان برنامه. خب پس همین رو تکمیلش میکنیم تا انشالله در خدمتتون هستیم. مطالب بعدی هم استفاده میکنم، کاملا در سکوت هستم تا فرمایشات شما رو وارد شدیم، حیف تکمیل نشه. بفهم. دین پس اینه. حالا میخوام برسیم به این که تقیه خاصگاهش دینه نه شریعت. این خودش بله. اهمیت دین رو روشن میکنه. مباحثی که بعد بیاد روشن‌تر میشه. دین فرقش با شریعت رو اهمیت تقیه رو روشن میکنه. میخوام برسیم به همین. اما گفتیم مقدمه رو بگیم که چرا وقتی میگه ان تقیه دینی، یا میفرماد از دین است نه از شریعت، حساب داره. اینا این اصطلاحات رو باید روشن بکنیم تا اهمیت بحث تقیه هم روشن بشه. میفرماید که در آیه دیگر میفرماد که لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا. منهاجا بله، شریعت و مناهج مختلف داریم برای هر کدوم از انبیا. هر نبی اگر رسول باشد، امام هم باشد، یعنی مثل حضرت ابراهیم صلوات الله علیه، صلوات الله علیه، بله، که هم نبی بود، هم رسول بود، هم اولوالعزم بود، هم امام بود،
لذا باید شریعت داشته باشد، منهاج هم داشته باشد، چون امام است امری هم باید داشته باشد. نهج یعنی روش، بله. شریعت یعنی تفاصیل احکام و آداب و سنن و اینها. و عرضم به خدمت شما لکلن جعلنا منکم شریعتن، جعلنا منکم شرعتن و منهاجا. پس دین یکیست اما شرع و منهاج مختلف میتوند باشه. یا میفرماید در سوره شورا شرع لکم من الدین ما وصا بهی نوحا، توصیه های نوح، شریعت نوح. والذین اوحینا الیک و ما وصینا بهی ابراهیم و موسا و عیسا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا. بله. در ادامهش میفرماید و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بقیا بینهم. یعنی این باز شرایع هم به تحریف زمانی رفت، پس شرایع دین رو تایید میکنه از دل دینه. درست. بله. ان اقیموا الدین یا من الدین. بعد فرمود لکن این شرایع هم اگر به تحریف رفت، همینا شریعتن، اینا دین که خب دین گفتیم که چی است، اما همین شرایع هم اگه به تحریف رفت، الا میفرماد الا من بعد ما جاءهم العلم بقیا بینهم، یعنی اصحاب اون دین بعد اومدن تحریفش کردن، شرایع هم تحریف شد. شرایع شریعت غیره. و رضیت لکم الاسلام دینا هم که عرض به کردیم. در سوره آل عمران میفرماد و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. دین واحده. بله. دین دیگری خدا قبول نمی‌کنه. و هو فی الآخرة من الخاسرین. دین است. قانون خدا واحده. کتابش هم قرآنه. وجود کتبی این خب وجود نازلش هم گفتیم متعدده. با شرایع مختلفی این به نسبت اون فرهنگ اهل اون زمان کم و زیاد داده شده. به امت آخرالزمان شریعتش هم کاملتر از شرایع دیگر هست و دین درش متجلی شده. بحث منهاج رو هم که حالا راجع به اونم یک مقدار آره، جدایی آره، از بحث شریعت و دین که تقریبا چرا اونم بفهمید معلوم منهاج هست، امر هست، اینا رو اشاره بهش می‌کنیم. اما تفاوت دین با شریعت رو هم دوستا آیه عرض کردیم که بله. خود قرآن تصریح بین می‌کند متفاوت مختلفه، اینا یکی نیستن. یه روایت نابی هم داریم، این روایت هم حیف هم یادش بگذره. بفهمید این روایت رو شیخ طائفه مفید در اختصاص آوردن، ایشون آورده. اجمالش اینه که زمانی که حضرت رسول در مدینه اعلان عمومی کردن و قرار شد اطراف مدینه رو بله. انذار بکنن و بعد اگر قبول نکردن به زور متوسل بشن تا اسلام منتشر بشه اونطور که خداوند امر کرده بود، یه نامه حضرت رسول نوشتن به تمام یهودی های اطراف مدینه که اینها خیلی منسجم با هم کار میکردن. رئیس اینها از بنی قینقاع بود به نام حسین یا حسین باساد ابن سلام. بعد در نتیجه همین روایتی که الان میگیم، مناظره که واسه رسول کرد، سوالایی که تقدیم کرد و جواب گرفت که از جملهش همین بحث تفاوت دین و شریعته، یقین کرد که ایشون پیغمبرشون، هر کس این چیزها رو نمیدونه، مسلمان شد، مؤمن شد. از رسول اسم ایشون رو برگردان گذاشت، گذاشتن عبدالله ابن سلام، الان معروف است به عبدالله ابن سلام. این مفتی اعظم یهودیان تمام یهود اون زمان بود، همشون هم ازش حرف شنیده داشت. نامه که از رسول برای ایشون نوشتن خیلی موجز و مختصر اما همراه با تهدید بود. نوشتن که بسم الله الرحمن الرحیم من محمد ابن عبدالله الامی، یعنی اونی که با شما صحبت میکنه مدرسه ندیده، مکتب نرفته، علمی که داره لدون نیست، علم لدونی و خدا مکتب هست. نرفته باسواده، نه یعنی بیسواد. بله که متأسفانه جا افتاده که امی میشنویم که میگن یعنی کلا بیسواد، نمیتونست بنویسه، نمیتونست میداد دیگرین که دیگران مثلا وحی بله. رو کتابت کنن، نه اینکه از رسول نمیتوانست میداد دیگران، بلعکس امی منقبته، امی جزء مناقب اهل بیته، همشون امیان، عالم غیر معلمان معلمان. از رسول میفرماد من محمد ابن عبدالله، در کتابشون نوشتن در نامشون من محمد ابن عبدالله الامی، یعنی بدان که طرف خطاب ادای پیغمبری داره. که این اصطلاح رو اون آقای اون میفهمه، یعنی حسین یا حسین خودش درس خونده، متوجه میشد. بله. خودش درس خونده، مفتی اعظم شده، میدوند یعنی کی باید باشه. این کلمه یعنی چی؟
من محمد ابن عبد الله الامی رسول الله، رسول هم هستم، ادای رسالت هم دارم، الی یهود خیبر، نامه رو به اینا نوشت. بله. اما بعد فان الارض لله یورثها من یشاء، این تهدیده من عباده، این کاخهایی که برای فرشتید خدا بخواد وارثش ماییم. درست. ول عاقبت للمتقین ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، ما هم با حول قوه الهی حرف میزنیم و جلو میایم. همین دو خط نامه رو آوردن تسلیم اهل خیبر کردن. اهل خیبر طبعا باید میبردن میدادن به مفتی اعظمشون و رئیسشون که این چیه، زجریان چیه، یعنی چی، دو خط این همه مطلب توشه. این آقا هم شور کردن، چون هم نشست 1400 حاصل روایت عرض میکنم 1400 سوال در و سوالای خیلی قامز. بله. که بفهمد آیا امی راسته، رسول درسته، این ادعای سنگین، خب اینا برج‌ها داشتن، باروها داشتن، بله. ارتش‌ها داشتن، املاک داشتن، زمین‌ها، اینطور کسی نمیتونه تهدید بکنه الا که واقعا لا حول ولا قوت الا بالله پشتش باشه. تا وقت میدونن دیگه هیچ دیگه با تسلیم شن در مقابل نیروی خداوند نمیتونه یاره استقامت نداره. یعنی بفهمن پیغمبر واقعا درست. لذا 1400 سوال در آورد، حساب کتاب داشت. از جمله این 1400 سوال وقتی اومد خدمت پیغمبر، این سوالی است که محل شاهد ماست. بله. سوال کرد که اخبرنی الاما تدعو، به چی میخونی ما، چی میخواید مثلا؟ فرمود که الاسلام و الایمان بالله، الاسلام دینه، نفرمود که دینی از خودم، الاسلام و الایمان بالله. اخبرنی کم دین، سوال بعدی اینه چطور میاد جلو. بله. میدونست چی میپرسه. اخبرنی کم دین لربک العالمین، شما گفتید اسلام، اسلام یه دینی است در عرض ادیان، بین دین‌های دیگه، یعنی ما دین زیاد داریم. به. اخبرنی کم دین لرب العالمین، حضرت فرمودند که دین واحد، والله واحد لا شریک له، یه خداست. بله. یه ارتباط با مخلوق، یه اساسنامه، یه قرآن، یک دین. یک دین، بیشتر هم نیاز نیست. اگر شریعت ها شرایع متعدد شده، تفاصیل احکام به خاطر احتیاجی است که احتیاجات زمان مختلف، حالت های مختلف اجتماع و محل سکونت مختلف میشن، عصرهای مختلف، امصار، شهرهای مختلف، لذا شرایع مختلف شده، ایرادی هم نداره. شناور دین اسلام، دین بنبست درش نیست. دین واحد، این سوال دوم تایید سوال اول. سوال سوم گفت که ما دین الله، این دینی که میگی واحده کدومه؟ فرمود الاسلام، همونی که من بهش میخونم. به. سوال بعدی پرسید، سوال چهارم، و بهی دانن نبیون من قبلک، آیا پیغمبرهای قبل هم همین رو ادعا داشتن؟ حضرت فرمود که نعم، یعنی ادیان قبل، اون که ما بهش میگیم دین، شرایع قبل، به. از همین دینه، در عرضش نیست. بعد پرسید قال فالشرایع، علامت سوال. بله. شرایعی که دارن چیه؟ اگر هر کدوم متفاوت هستن، قبل از شما هم هستن. بله. الان هم نیستن که به شما ایمان بیارن. فرمود کانت مختلفه، دین یکی اما شرایع مختلف. لذا حالا ادامه دارد روایت که ما دیگه اگر تا انتهای همه روایت ترجمه که صلاح میدید، که چون تقریبا یک دقیقه حالا این میشه رو منهاج رو هم عرض بکنیم که تمام بشه این مطلب بسته بشه، فقط در فاصله یک دقیقه که انشاءالله بتونیم اجمالش اینه که پس اگر دین واحده، شرایع مختلفه، دین مال حضرت رسوله. بله. حق ایشونه، باقی انبیا هم باید به دین پیغمبر ما باشن، نباشن کافره. دوست. فرمود اگر موسی بود و امروز به من ایمان نمی آورد، او هم نبوتش براش نفعی نداشت، عیسی بود همینطور. عرض کردیم که در اون دعا آیه هم داره، دالاتشون وقت نیست، آیاتی و روایتی هم شاهد من یادداشت کردم که ملت مال هست ابراهیم، همه باید ما. بله. بر ملت ابراهیمیم، اینم از منتی است که خدا بر ما گذاشته، اولاد اسماعیل، شما بر ملت ابراهیم، ملت ابیکم ابراهیم، هو سماکم المسلمین دینا قیما ملت ابراهیم حنیفا، حنیف یعنی طیب و طاهر. بله. ولایت و هدایت مال امیرالمؤمنینه، لکل قوم هاد، همه انبیا باید بر هدایت امیرالمؤمنین باشن، نباشن به ولایت و امامت و نبوت ببخشید نمی رسیدن. بله. مباحث داد، منهاج هم روش عمله که روش عمله شد. حالا با خاصیت جلسه بعد باز اشاره بشه، چون وقت ما یک مقدار زیاد هستش، من عذر میخوام، ان در جلسه بعد بیشتر این موضوع رو باز خواهم کرد. از تک تک شما بینندگان عزیز و محترم ممنونم که تا به این لحظه با ما همراه بودید. حتما شب‌های بعد هم با ما همراه باشید تا موضوع این جلسه رو بیشتر و بیشتر باز بکنیم و ان شاءالله بتونیم به معلومات
تک تک بینندگان عزیز قطره‌ای بیفزاییم. موفق و پیروز و سربلند باشید. خیلی ممنون. خواهش می‌کنم. احسنتون.